سلام همراهان عزیز حاشیه، توی این ویدیو قصد داریم به ماجرای جنجالی تجاوز به کتایون ریاهی بازیگر سینما بپردازیم، پس این ویدیو رو از دست ندید. کتایون ریاهی که یکی از بازیگران با استعداد و پرطرفدار سینمای ایران است، مدتی پیش در یک حرکت جنجالی سعید پور صمیمی را متهم به تجاوز کرد. ریاهی عکس قدیمی از خود در صفحه شخصیش منتشر کرد و نوشت: این عکس مربوط به 25 سال پیش است. آن سالها آقای داوود رشیدی ریاست هیئت مدیره خانه سینما و آقای پور صمیمی دستیاری و معاون بودند. من توسط همکاران خودم و در خانه سینما به اتهامات واهی بازجویی و مؤاخذه شدم. آقای پور صمیمی که در نقش بازجو وارد شده بود با سوء استفاده از موقعیت خود به من تعرض کرد. روزگار سختی بود و من هیچ نگفتم. هنوز پس از 25 سال روح و روانم از این حادثه تلخ التیام نیافته و آزرده است. به یاد داشته باشیم اگر ثروت، شهرت و قدرت مهار نشود، اگر اخلاق و قانون اقتدار نداشته باشد، این فساد است که همه جا با قلدری حکومت می کند. در ادامه به واکنش جنجالی سعید پور صمیمی در مقابل این اتهامات می پردازیم. لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنار اون رو روشن کنید تا اولین نفری باشید که از اخبارهای جنجالی با خبر می شید. سعید پور صمیمی با فیلم برادران لیلا در جشنواره فیلم کن 2022 فرانسه کنار ترانه علی دوستی، نوید محمدزاده و پیمان معادی حضور دارد که در این فیلم فرهاد اصلانی هم بازی کرده است که وی نیز مدتی قبل به آزار جنسی متهم شده بود. واکنش سعید پور صمیمی به اتهام کتایون ریاهی بسیار جنجالی شد. پریزاد سیف، کارگردان و بازیگر تئاتر و همکار 16 ساله سعید پور صمیمی، از قول این بازیگر راجع به اتهام تعرض به کتایون ریاهی توضیحاتی را بیان می‌کند. پریزاد سیف اعلام کرد که پور صمیمی برای رفع این ابهامات به دنبال جمع‌آوری مدارک لازم هست تا شکایت کنه. در ادامه گفت 25 سال پیش زمانی که کتایون ریاهی مشغول بازی در فیلمی بودند، داوود رشیدی رئیس هیئت مدیره خانه سینما نبود، بلکه رئیس انجمن بازیگران بود. همچنین آقای پور صمیمی بعد از رفتن آقای خاکبازان از طرف وزارت ارشاد به عنوان داور خانه سینما انتخاب شدند و در طی شکایتی که از این خانم بازیگر شده، آقای داوود رشیدی و پور صمیمی تنها عضویت این بازیگر را در خانه سینما به طور موقت لغو می‌کنند. و در آخر آقای پور صمیمی اعلام کرد: اگر اخراج ایشون تعرض هست، پس من تعرض کردم و این چنین تمامی اتهامات را انکار کرد. نظر شما راجع به این ماجرا چیه؟ به نظرتون واقعا آقای پور صمیمی به کتایون ریاهی تعرض کرده؟ لطفاً برامون کامنت کنید. اگر این ویدیو رو دوست داشتید، لایک و سابسکرایب فراموش نشه. ممنون از اینکه تا پایین ویدیو همراه ما بودید.